برای بررسی بیشتر همین موضوع حزب الله لبنان، کریم عبدیان، کارشناس مسائل جهان عرب از ویرجینیای آمریکا با ماست. آقای عبدیان، خیلی ممنون که در برنامه ما هستین. فکر میکنید که قطع کمک های 4 میلیارد دلاری به لبنان که همونطور که در گزارش نیویورک تایمز هم اومده 3 میلیارد دلارش برای ارتش به ارتش لبنان اختصاص داشته، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ بله، پیامدهای زیادی خواهد داشت. همین الان، همین امروز صبح بعضی نیروهای که ضد حزب الله هستند، یعنی نیروهای متشکل سیاسی، دروزها، مسیحی‌ها و سنی‌ها دارن جبهه میگیرن و قطع این کمک‌ها رو تبعاتی داره برای اقتصاد لبنان و این رو از چشم حزب الله می‌بینن. و اینکه میدونین اون 1 میلیارد دلاری که برای نیروهای امنیتی هست، نیروهای امنیتی تقریبا 100% در دست حزب الله هستند که حزب الله از اونها در سوریه و عراق استفاده میکنه. و اینکه به نظر من این یک دلیلی هست برای تشکل نیروهای غیر حزب الله، حتی نیروهای شیعه ضد حزب الله که گفتن نه فقط حزب الله اخیراً، و درست میگن، من سخنرانی های حسن نصرالله را در یکی دو هفته گذشته که خوندم به وضوح نشان داده میشه که به اصطلاح فتیله تبلیغات و هجوم حزب الله بر ضد سعودی بسیار بسیار بالا رفته و این نیروهای لبنانی میگویند که این انعکاسی است از ازدیاد اختلاف بین عربستان و ایران، و به صورتی میگویند که این تهران هست که ارتش و ارگان‌های امنیتی رو در دست داره ولی سعودی ها پولش رو میدن. آقای عبدیان، عربستان سعودی خواسته که در واقع همین رویکردی رو که اونها اتخاذ کردن دولت لبنان هم اتخاذ بکنه. چقدر این درخواست عربستان برای جدا کردن حزب الله لبنان از حاکمیت این کشور به نظر شما واقع بینانه است؟ واقع بینانه است، چون که نه فقط ببینین، میدونین اخیراً حزب الله اختلافات دیگری هم شروع کرده، یعنی به اون خلیفه عمر بن خطاب حمله کرده و از همه مهمتر دیروز لایحه‌ای در لبنان در دست هست که حزب الله را میدونین اخیراً در آمریکا، در لیتوانی و در فرانسه بعضی رهبران حزب الله دستگیر شدند در مورد داشتن در مواد مخدره، و این رو عربستان سعودی و طرفدارانش در مجلس تونستن این رو یا سعی خواهند کرد در روزهای آینده به مردم لبنان نشون بدهن که حزب الله یک سازمان تروریستی هست که در مواد مخدر دست داره و در پولهایی که به دست میاره در سوریه، در عراق، در یمن سر میکنه. بله. و این هیچگاه به نفع مردم لبنان نبوده. کشوری با 4 میلیون که همونطور که فرمودین بیش از 1 میلیون آواره سوری، بنابراین اقتصاد اون در وضعی نیست که این کمک ها روش تأثیری نذاره.